سلام عرض می کنم من ژاله آموزگار هستم و در این گفتارم با این عنوان پیش می روم دگردیسی شاعرانه و دلنشین شخصیت های اساطیری و شاهنامه ای در آثار بهرام بیضایی یک هنرمند خوب تاریخ می داند ولی تاریخ نگار نیست با اسطوره ها آشناست ولی اسطوره نگار نیست او ویژگی های شخصیت های تاریخی اسطوره ای را در منابع مختلف و روایت های دینی کهن و شاهنامه خوانده است و به یاد سپرده است ولی کار او نقل و انتقال مو به موی آنها نیست اینها در محدوده کاری تاریخ نویس یا پژوهشگر اساطیر است برای هنرمند خلاق، آگاه و گوهرشناس، این پدیده ها همچون گوهرهای گرانبهایی هستند. او آنها را با تخیلات سازنده و ابتکارات و نکته سنجی هایش صیقل می دهد، پرداخت می کند و در قالب‌های نوی می ریزد که با آنچه در دنیای محسوس او می گذرد بیشتر هماهنگی دارد. آن هنگام است که شاهکارهایی زاده می شوند که نه تاریخند و نه اسطوره اما هم تاریخند و هم اسطوره در این راستا همه هنرمندان سلیقه ها و توانایی های یکسانی ندارند و تعبیرها و تفسیرهایی که در آثارشان به جلوه در می آید همیشه در ذهن مخاطبان خوش نمی نشیند این کار هم مانند هر کار دیگری به جز استعداد ذاتی، آگاهی های برکشیده از منابع و توانایی های تخصصیان هنر ریزکاری های ظریفی را نیز می طلبد که قلم روان بلغزد و واژه های نو و عبارت ها چنان خوش کنار هم جای گیرند که هیچ گونه تصنعی در آنها احساس نشود. بهرام بیضایی نمونه ارزنده و کم نظیر چون این هنرمند است. من بارها تکرار کردم که هیچ گونه تخصصی در دانش سینما و تئاتر ندارم. تنها خواننده و بیننده و شنونده علاقمندی هستم که میکوشم تا آنجا که ممکن است چون این آثار برجسته ای را بخوانم و به تماشای آنها بنشینم. و همیشه مسحور کارهای بهرام بیضایی بودم و واژه ها و عبارت های انتخابی او همچون ملودی زیبایی گوش و چشم مرا نوازش داده است و با مختصر آگاهی که از تاریخ و فرهنگ و اساطیر گذشته دارم دگردیسی شخصیت های آشنایم را با جلوه نو و هنرمندانه در آثار او بازیافتم من مسلماً نخواهم توانست در این فرصتی که در اختیار دارم آنطور که لازم است و خود مایلم همه آنچه را که باید برشمارم ذکر کنم نمونه های کوچکی برگزیدم از میان بیشماران نخست از شناخته شده ترین آنها آغاز می کنم نمایشنامه بی نظیر او با عنوان مرگ یزدگرد همه در تاریخ خوانده ایم که یزدگرد پس از شکست در کارزار برای درخواست کمک با خدم و حشم روی به مرو نهاد گرفتار بدخواهی های ماهوی مرزبان مرو شد از لشکر دور افتاد به آسیابی پناه برد تا شبی را در آنجا بگذراند آسیابان به طمع جامه و گوهرهایش او را در خواب به قتل رساند و یا به روایتی دیگر سواران ماهوی او را در آسیاب خفته یافتند و کشتندش همین روایت در شاهنامه هم می آید و با عباراتی کوتاه در کتاب مندهش به زبان پهلوی
اما قلم جادویی بهرام بیزایی با همین یزدگرد و با همین آسیابان روایتی نو جذاب و دلنشین می سازد. با زنی و دختری، سربازی و سرداری، سرکرده و موبدی، همه در برابر مردهی و زمین. و خواننده یا بیننده حیران در میان گفتارها دست و پا می زند. و چون در پایان کالبد را بیرون می برند، از خود می پرسد آیا سرانجام آسیابان یزدگرد را کشت یا یزدگرد آسیابان را؟ در سیاوش خانی ما سودابه دیگری میابیم که زیاد شبیهان سودابه نیست که ما میشناسیم. سودابه که راویان نامورا پارسی شده سودای عربی میدانند. این سودابه بیشتر عاشق است تا بدکار و سیاوش به نوعی در گریز از عشق است. بیزایی در گزارش اردابیراف او را با نام سورآبه به جلوه در میارد که زنی گناهکار نیست. او نطفه گاو کاووس را با خود به ژرفهای آب میبرد و رنگ گناه از او سترده میشود. در بخش نخست کتاب سبرخانی اژدها که دیگری میبینیم، ترساور اما در دام افتاده که روزگاران تلخ خود را روایت میکند. با دردمندی از جمعی که خود او را عرضه کرده است هراس دارد، جمعی که خدای دنیای مردگان می شود و در انتظار اوست. این اژدهایی که نمرده است ولی در بند است، در دماوند همدم قل و زنجیر، و چنین می نالد: اینک منم که این کوه را بر دوش می کشم، زیر پای من شهری، مردمان خوابند، مردگان جاودانه در خاک بند، و من تنها با غریب گنگ خود مانده. در بخش دوم کتاب سبرخانی در روایت آرش، آرش دیگری می که با آن آرشی که ما میشناسیم تفاوت‌هایی دارد. ما خوانده‌ایم که افراسیاب تورانی منوچهر پیشدادی را با لشکریانش در تبرستان محصور می‌کند. سرانجام هر دو خواهان آشتی می‌شوند و منوچهر از افراسیاب می‌خواهد که یک تیر پرتاب از خاک او را به وی برگرداند. و چون این پیمان پذیرفته می شود، آرش پهلوان ایرانی این مهم را به عهده می گیرد و با تمام نیروی خود و با تیر و کمانی که زمینیان و آسمانیان آن را فراهم کردند تیر پرتاب می کند که در ناحیه‌ای به نام گوزگان در کنار جیهون بر درخت گردوی می نشیند و خاک ایران گسترده تر می شود و آرش دیگر نیست، چون وجودش در تیری است که رها شده است. اما در روایت بیزایی ما آرش دیگری می بینیم، آرشی ستوربان در خود فرو رفته در برابر البرز که راز جهان با اوست. و کشواد پهلوانی را میبینیم که پرتاب تیر به عهده اوست و خروش سپاهیان خطاب به او که پیش برو و به سوی تیرانیان
تیر پرتاب کن، بگو که تیر خواهی انداخت. و کشفات قریب برمی دارد که من نمی توانم، تیر من فرسنگ ناچیزی را می پیماید. و سپس روایت جذابی را می بینیم که آرش ستوربان تیرانداز ماهری می شود و برای گستردگی این سرزمین کمانی به دست می گیرد که از پشت آسمان خمیده تر است. آرش پای بر زمین، سر بر آسمان، تیر بر کمان می نهد و تیر همچنان می رود، سبک بال و تا کیهان بوده است این تیر نیز رفته است. در بخش سوم سبرخانی در کارنامه بندار بیدخش جمع زیبای دیگری می بینیم که جمع روایت شده در فرکرد دوی وندیداد است، جمشید شاهنامه است. جمشید روایت های گوناگون هست ولی به لونی دیگر و با پوششی لطیفتر. جم دیگر گناهکار نیست، جم جهان ساز است، روئین دژ ساز است. و بیزایی چه می کند با جام جم؟ به سراغ گزارش اردابیلاف می رویم. به نظر من این اثر یکی از برجسته ترین آثار اخیر بهرام بیزایی است. من شرح مفصلی از آن را با ذکر جز جز صحنه ها در دفتر 15 مجموعه دفترهای تئاتر که ویژه بهرام بیزایی بود نگاشتم. اردابیراف یا اردابیرازنامه یکی از رساله های شناخته شده ادبیات پهلوی است و برگردان منظومی نیز از آن از زردشت بهرام پژدو که در قرن 7 هجری میزیسته است در دست داریم. همانطور که می دانید این کتاب شرح سفر دینمردی به نام اردابیلاف است به جهان فراسو، زمانی که دین مزدیسنایی دچار آشفتگی می شود و تردیدی در دل معتقدانش رخنه می کند. پیشوایان دینی بران می شوند که دینمردی را با آیین‌های خاص برگزینند و به جهان دیگر گسیل دارند تا او در بازگشت با شرح آنچه دیده است بر حقانیت دین بهی مهر تایید زند. اردابیلاف برای این کار برگزیده می شود. به او بنگ و می می دهند، در بستری می آرامد و 7 خواهر او همراه با موبدان یسناخانی می کنند و او 7 روز در بیخبری این جهانی و رویای آن جهانی است. پس از 7 روز دیده باز می کند و لب به سخن می گشاید و شرح سفر خود را در فراسوها بازگو می کند. این اثر که آن را مقدم بر کمدی الهی می دانند، شرح دیدار این دین مرد از بهشت و همستگان یعنی برزخ است و سپس دوزخ. زیربنای نثر کاملا دینی است. نیکوکاران و یاری رسانندگان و به جا آورندگان آیین‌های دینی در بهشت جای دارند. کسانی که گناه و ثوابشان برابر است در همستگان و آنان که بدکارند و پیمان شکن و دروغگو در دوزخ جای دارند با باد افراخ سخت. در اردابیلاف نامه اصلی نامی از هیچ شخصیت زمینی برده نمی شود و راهنمایان اردابیلاف ایزد آذر و ایزد سروش هستند. اما بهرام بیزایی با این اثر چه کرده است؟ کاری کارستان. اردابیلاف تبدیل به شخصیتی جالب توجه می شود. خواهران او که در رساله اصلی نه نام خاصی دارند و
نقشیشکاری عمده‌ای با قلم بیضایی هر کدام با نامی و شخصیتی خاص به صورت همسران او در می آیند با احساساتی شگفت آور. مقصد نخستین اردابیراف بهشت است. او در این بهشت به دنبال کسانی است که در درازای زندگیش بنابر آنچه آموخته است باید بهشتی باشند، ولی اثری از آنها نمی یابد. او نخست تخمینه را می بیند، مادر سهراب، بعد ایرج را، سیاوش را سردر تشت، آرش کماندار را که آماده پرواز است. او گشتاسب ایرانشاه را جستجو می کند که بنابر سنت مزدی اسنایی یاری دهنده زردشت است. به او می گویند آن ستمگر جانشین و فرزند کش، آن که تاج از پور دریغ کرد و تخت نپرداخت. او جاماس به بیدخش را میبیند که هنوز به یاد جنگ ارجاسب و گشتاسب مرثیه میسراید. پس بهشتیان کدامانند؟ به گفته سروش، شاهانی که آب روان کردند، کاریز ساختند، کشور گستردند و درفش برافراشتند. فریور را می‌بیند، نامی که بیضایی به جریره می‌دهد، دختر پیران و همسر نخستین سیاووش و مادر فرود. او در نهایت شکوه جلوه می‌کند، اما با نفرین بر چندین دیو خوی کیکاووسی. اردابیراف شکفت زده در بهشت ارنواز و شهرناز را می‌بیند، دختران جم. سروش درباره ایشان می‌گوید هزار سال آزگار، ستمکار اژدهای تنومند را تن دادند تا مگر عاطفه وی بیارمد تا هنگام فریدون اژدها کش رسد. اردابیراف بانگ مرد می دارد اینها نباید دوزخی باشند؟ دو تن داده در بهشت؟ ارنواز در پاسخ به تندی می گوید پناه است و به ضحاک ماردوش، خوشا که ترازوی دادگری در دست تو نیست. اردابیراف این بار خشم خود را چنین بیان می کند بدا کشورا که شهریارانش را زنان تاج دهند، و شهرناز پاسخ می دهد بدا کشورا که شهریارش شبی مغز دو برنا خوراک مارهای خود کرد و آیین شناس دم نزد، و بدا کشورا که در آن زنان را کم گیری. و سرانجام اردابیراف وخشوری را می‌بیند، سپیدمان زردشت که با اناری در دست به پیشواز او می‌آید. دل شکسته و گریان که چرا نیکان کمند، و با گله از این که سرودهای مرا باز نوشتند و چون نوشتند دیگر سرودهای من نبود. من از خرد گفتم کی خواستم از آن سرنیزی کنند، من گفتم مردم را بدین بخوان، نگفتم زور کن. اردابیراف بهشتیان را ودا می کند و راه همستگان در پیش می گیرد. برزخ بیضایی نیز حال و هوای دیگر دارد، برخی رنجیده و دلخسته و برخی با لبخند. بهرام چوبینه از تبار آرش کماندار نالان از گردیه که خسرو را بر او برتری داد، و گردیه نالان که تن دادنش به شاه ساسانی از آن بود که
برادر را برهاند. او بیژن را میبیند در چاه برزخ. چرا؟ که تبر به فرود پسر سیاوش زد و منیژه از بهشت فرود میآید بر سر چاه و مینالد کی تیر توران و ایران به خدایند که خیشان همند. اردابیرافت گرشاسب را میبیند که با وجود پهلوانی ها در فریب پری خناسیتی گرفتار آمد و ثواب و گناهش یکسان شدند. مشکدانه را به او می نمایانند که دلها آباد کرد ولی چون دلی را شکست در برزخ است. او که از هوسبازی موبدی به جان آمد و با ترفندی زنانه پالان بر دوشش نهاد و در برابر همگان از او سواری گرفت. اردابیراف از دیدن او لرزه بر اندامش افتاد و بسیاری کسان دیگر چون گردآفرید، مانی، مزدک و دیگران با روایت‌های نو. سرانجام اردابیرافت به دوزخ میرسد که جذابترین بخش این سفر است، جایی که دختر پدر و زن شوی و خواهر برادر نشناسد. از ساکنان این وادی او نخست اژدهای سسر سپوزه شش چشم را میبیند، سپس افراسیاب خونتشنه، اسکندر که کینه نهان کرد در شکم اسب چوبین دوستی، گفت برادر شاه ایرانم از مادری دیگر بر خانو نشست و چون خواب مستی گرفت کاخ در آتش سوزاند. اردابیرافت بغض زده به آغاز و پایان می اندیشد. سروش می گوید چشم کم می آوری برای دیدن آنچه پیش روی توست. او جهی پری خناسیتی را می بیند که اسب پهلوان گرشاسب را رو بود و پس نداد مگر به هم بستریش. شقاد را میبیند که برادرش رستم را به چاه نیزه ها افکند، سلم و تور که ایرج را سر بریدند. شهریارا را نیدید که بر پسر و جانشین خود رشک بردند، چون کاووس که سیاوش را به سوی مرگ فرستاد و کیگشتاس اسفندیار را. فغانهای دوزخیان رنجاور ولی پرمعناست. یکی بانگ بر می دارد. ما بنده خواهشهای تنی بودیم که آفریدگار ما را بخشید. و دیگری دنبال می کند. آفریننده از جان من چه می خواهد؟ هر تلخی را همو به من داد، هر سختی را او برایم تراشید، دیگر چرا کیفر می داد؟ این چه آزاریست که بی خواست من به من جان داد و باز پس گرفت؟ بدکیشی می پرسد این چه دوزخیست که در آن یک موبد نیست؟ نواخانی پاسخ می دهد هستند ولی روی پنهان می کنند، آنچنان هستند که ایشان را دوزخی دیگر باید ساخت. دوزخ روایت بیضایی بسیار تأمل برانگیز است. هر کلام دوزخیان فلسفه‌ای به دنبال دارد. اردابیراف سفر دوزخ را به پایان می‌برد و دگرگون شده به این جهان باز می‌گردد. ولی اردابیراف برگشته از این سفر
اردابیراف اردابیراف نامه نیست. با آن زمین تا آسمان فرق دارد. او موبت ستیز شده است. همه آنچه را پیشترها آموخته بود رها می سازد. نخست خواهران را آزاد می کند که به دنبال خواهش دل بروند. در برابر شماتت سرموبت که نهیب می زند پشت دین مشکن، سخنانت را پس بگیر. او پاسخ می دهد: ما چیزی نساختیم جز دوزخ. اردابیراف دگردیس شده بیضایی وقتی گام در این سفر آسمانی می گذارد خام است و پخته باز می گردد. سفری به درون خود داشته است و به خود باز شناسی دیگری رسیده است. از میان دیگر آثار بیضایی در آخرین بخش گفتارم به سراغ بخش اول شب 1001 می روم که شهرناز و ارنواز قهرمانان اصلی آنند، دختران یا خواهران جمشید. نام آنها در اوستا آمده است و با عباراتی یکسان از آنها یاد شده است. فریدون از درگاه خدایان درخواست می دهد که او چنان نیروی یابد که این دو زن اژدهاک را برو باید که برای توالد و تناسل دارای بهترین بدن هستند و از نیکوترانند در جهان. در شاهنامه نیز چنین آمده است: پس از پیروزی ضحاک بر جمشید، دو خواهران او را که ترسان و لرزان بودند از بارگاه جمشید بیرون کشیدند و به ایوان ضحاک بردند و اژدهافش به آنان از راه جادویی کژی و بدخویی آموخت و سپس چون فریدون به ایوان ضحاک رسید و با جادویی درگشود، دختران را از شبستان ضحاک بیرون کشید، تطهیرشان کرد و آنان لب به سخن گشودند و ستمهای ضحاک را برشمردند و به او مسیر ضحاک را نشان دادند. و سپس دیگر اشاره ای به آنها نمی شود تا در داستان فریدون وقتی از پدید آمدن سه فرزند گرامی او سخن به میان می آید: دو پاکیز از شهرناز و یکی کهتر از ارنواز. اما بیضایی روایتی دیگر از این دو بانو دارد در شب 1001. در شبستان ضحاک این دو دختران جمشید خود خواسته به سر می برند و به چنین خفتی تن در دادند تا از ستم ضحاک بکاهند. این سخنان را بیضایی از زبان شهرناز نقل می کند: بهتر است انباز ستم بدانندم اگر چنین بشاید از ستم کاست و نیاید روزی که ستم دیده بشناسندم اگر از این بر ستم می افزاید. پس از پیروزی ضحاک آنها در پنهانی می زیستند، ترسان و لرزان از دور نظارگر ستمهای اژدهافش هستند، رنج میبرند و سرانجام محمقان را فرا میخوانند و از او میخواهند که آنها را به شبستان ضحاک برد و چنین وانمود میکنند که دلداده ضحاکند و این چنین خود را قربانی میکنند تا ضحاک و مارهایش را بفریبند
و خالیگر هر شب بتواند جوانی را برهاند. آری هزار شب بر او داستان می سرایند، او را به خواب می برند، مارهایش را افسون می کنند تا برنایی را هر شب بگریزانند و سپاه فریدون آماده شود. در شب هزار و یکم است که حقایق را بر ضحاک بازگو می کنند، چون دیگر هراسی از او ندارند و فریدون در راه است. یکی از دختران می سراید: در خواب خدایی خیش پهلوانی پروریدم، دادگر خاک نورد و آتش گداز، پهلوانی که مادرش گاوی بود، می آید به آبادی چشمه ها و درخت. ارنواز زنجیر برگردن ضحاک می اندازد و می گوید: هنگام شد که سر به پالهنگ بسپری ضحاک، که جابان و جاندار شمشیر نهاده و گریختند. ضحاک که به زانو افتاده از خطاب بانها می گوید: شما بیخردید، پهلوانان می آیند، مرا زنجیر می کنند و شما را جز سرزنش نمی رسد، بدین که همسران من بودید. در داستانها که از این پیکار می کنند سخنی از شما نخواهد رفت. بیضایی با این کلام از زبان شهرناز این نوشته زیبا و جذاب را به پایان می‌برد: من این برای نام نکردم ضحاک، خواهرم ارنواز نیست، ما دختران جمشیدیم، جهان به داد می‌گستریم و خود اره می‌شویم.